هیچ کن بره دیگه. آقای محترم، برای کار با این که فقط کارت ملی اعتبار داریم، متاسفم. یه موقعی آبجی این گواهینامه نی رو سنگ می‌داشتی آب می‌کرد. یه کاریش بکن، من باید تا اونور شهر برم به خاطر اون کارت. یه لحظه اجازه بدین. خیر ببینی، خداییش خیر از جوونیت ببینی. خیر از جوونیم میبینم، به شرطی که زن بگیرم. این چه حرفیه مادر من، اول صبح ناشتایی یه چیزی داری میگی برای خودتا؟ دقیقا همینه، باید زن بگیری تا خوشبخت بشی، عاقبت به خیر بشی. ببین داداشت قول داده امسال تا آخر سال انشالله ازدواج کنه. اون آدم حسابیه، فرق داره با من. حسابشو با من یکی نکن. اتفاقا حسابشو با تو یکی میکنم. نمیشه دیگه مادر من، نمیشه. من الان پول ندارم که اون رئیس بانکه، من دستم به خاطر اینکه داداشت به تو صد بار تا حالا گفته من وام میگیرم که با هم دیگه ازدواج کنی، یعنی هم تو همون همزمان با هم هم امسال باید ازدواج کنی. سال دیگه هم چی، خدا بهتون بچه میده، چراغ خونتون روشن میشه دیگه، چه بهتر از این. اگه از دولتی سر ارث شماست، چراغ خونمون دوتا روشن میشه مادر من. بس کن بابا، اگه چانس داشتم این موتور روشن میشه. روشن شد. آخه این مرده با این سنش، با این مبلغ چکی که تو دستشه، مگه میتونه دیگه به کفشش داشته باشه؟ منم دارم تاوان خوشخیالیمو ماه به ماه پس میدم. من میگم قبول نکن، حالا خود داری. میتونی هم از آقای رمضانی کسب تکلیف کنی. نه اصلا نمیخواد، خودم درستش میکنم. چی رو درستش میکنم؟ چی جوری؟ ببینم ناغلا، نکنه گنج من که تو کار ما خبر نداری؟ نه بابا، تو دعا کن من عروسی رو بگیرم، با هم بریم زیر یه سقف، بقیهش دیگه قربون قدت برم. خرج عروسی که تو قد و قواره این قاشق چنگالی ها باشه کمر شکنه، کچ کمرتو میشکونه. بابا مگه نمیدونی چی شده؟ خاله داره اون وامه رو برام جور میکنه. او خاله داره اون وامو برام جور میکنه. همین چهار وام ازدواج قزمی تو. مرد حسابی، من میدونم کت شلوارت آریه یه پوزشو میدی، مردم که نمیدونن. حالا جلو بقیه اینو نگی، بذار من این وامو بگیرم بقیهش جور میشه. بازم میگه با همین چهار تا وام ازدواج. بله میدونم وام ازدواجه. آقای رمضانی، من به شما گفتم اگر میشه لطفاً اون عقدنامه رو مهر نکنید. تو این سه ماهی که من رئیس این شعبه شدم، شما باید متوجه شعارهای من شده باشید. روابط نباید مانع از روابط بشه خانم، این دوتا قاطی شدنی نیست. شدنی نیست. یعنی چی که شدنی نیست خانم؟ ببین این گمانه پای یکو یه موقعی رو سنگ می‌ذاشتم آب می‌کرد. یعنی آب می‌شد. اگر نمی‌شد خدایش خون می‌شد. چی شده خانم مفیدی؟ آقای رمیزانی، ایشون کارت ملی ندارن، میخوان که کارشون هم انجام بشه. آی گرامی، اینجا باربری نیست که گواهی نامه پای یک فروخ میکشید. صداتونو بیارید پایین و احترام خودتونو نگه دارید. خاله من صدامو برای شما بلند نمی کنم. من اصلا حتی اون مردی که خوردی که اون مهره لعنتی رو زد رو عقدنامه. حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ خاله بیچاره شدم، میفهمی؟ بیچاره شدم. چه فکری آخه؟ ولمون کن خاله، من به کیمیا قول دادم یه عروسی براش بگیرم یعنی پوز باباشو بزنیم. خاله بیچارهش میکن، یک آشی براش بپزم یه وجب روغنش بشه. حالا ببین، خداحافظ. چیه؟ میخوای دیگو بار بذارم؟ دیگ چیه؟ مگه نمیخوای آش بار بذاری؟ داداش ما از اسب افتادیم، از اصل که نیفتادیم. یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ همین جوابی که دادید. فکر میکنم جوابی که دادم خیلی واضح بود. میخوام بدونم مهر شدن عقدنامه خواهرزادتون ربطی به این جواب منفی داره یا نه؟ آقای رمضانی، من اونقدر بچه نیستم که مسائل کاری باعث بشه که روابط شخصی و عاطفیمو نادیده بگیرم. این دوتا با هم نمیخونه. شدنی نیست. شعاع
شدنی حالا؟ بله. میگم حالا شدنیه؟ خنک شدی؟ رفتم تا کرج آوردمش. خب دوباره برش کردون کرج. تو چرا زرد کردی؟ بابا اصلا به تو چه؟ تو نه سر پیازی نه ته پیاز. ببینم شما کجا این پیازی؟ ها ببین اگه من اینطوری ورقم بر نمیگشت و به خاک سیاه نمیشستم الان لازم نبود تو آویزون این وام ازدواج باشی. خودم واسه یه عروسی میگرفتم. ولی حالا هم درسته دست بالم خالیه ولی دلم خیلی پره. از کی؟ از این یارو که دل تو رو شکسته دیگه. به جون تو اگه بذارم آب خوشک گلوش بره پایین. ناسلامتی ما گندولات محلیم و تو هم بچه محلمون تو رو سپردن دست ما. یعنی؟ بابا نه ترس، نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. پس یعنی همه اینا به خاطر منه؟ پس یعنی منم یه جای این پیازم؟ باقالی؟ پیاز باقالیش فرقی نمیکنه که. با تو نبودم، باقالی اومد. جونه من روشن نکن پیمون. جونه من روشن نکن. لعنتی روزی 10 تا موتور داریم بین اون قالب میکنیم. یه دونه بابای مرد. با صدای ابو قرازه بود. آخه چقدر بگم این ابو قرازه رو بندازیم بره؟ شما دو تا برادر چی بلایی می‌خواید سر من بیارین؟ چه عجب این دفعه بردیا رو تو سر ما نزدی؟ نگفتی موتور داری یادداشت یاد بگی؟ تو که از اون چیزی یاد نمیگیری. کاش لااقل به اون عشق موتور سواری یاد نمیدادی. اون مثل من به خاطر عشق پشت موتور نمیشینه مادر من. اون حسابگره. کدوم رئیس بانکو دیدی پشت موتور بشینه بره سر کارو بیاد؟ اون حساب وقت و پول و بنزین و اینجور چیزاشو داره. میگم کاش یه رحمی به حال این مادر بدبخت و پیرتون میکردی دست از این ابو قرازه این موتورا برمیداشتین. کاش شما هم دست از سر کچل ما برمیداشتین. انقدر به خاطر ازدواج ناله و نفرین نمیکردیم مالو. به خاطر ناله و نفرین شماست که الان موتور من زمین گیر شده دیگه. شانس آوردم نشونه گیریتون خوب نیست. والا الان به جای این موتوره من یا تو اتاق عمل بودم یا تو آمبولانس. ضرب مغزی شده از دهنش داره خون میاد؟ نه بابا این فکش شکسته زبونش پاره شده لای دهنش گیر کرده خون میاد. زبونت گاز بگیر اینقدر نفوذ بد نزن بابا. این یه مسقال زبون هر جور به چرخی میچرخه. داشتم از پله سرازیر میشدم. چایی هم برای دوباردم پوش بخور. ماما اینم دیگه نمیچرخه. خب پسر من چون به فالنیک عادت نکردی یه سر داری نفوذ بد میزنی شماها. نه بابا چرخ عقب این لگن دارم میگم. بابا اونم گفتم نفوذ بد نزن. اونم به خود اگه نفوذ خوب بزنی میچرخه. مامان چرخ عقب این لگن میگم قفل شده. اونم همینطور. اونم اگه نفوذ خوب بزنی میچرخه پسرم. چقدر ساده ای مامان. قربونه برم. خوش بچه بچرخ تا دنیا بچرخه بچرخه. مامان چرخی؟ مادر من یه لحظه بشین بابا آروم باش. چیزی نشده که. کجا بشینم؟ بچه‌م لطه پارشون افتاده تو اتاق عمل. من بشینم؟
ببین همش تقصیر توه. من چه ربطی داره؟ به تو چه ربطی داره؟ آخه تو کدوم رئیس بانکو دیدی که با موتور بره سر کار؟ ببین از بس عکس آوردی، از بس نشستی تبلیغات موتور کردی، از بس جلوش ویراج رفتی، بچه‌م انداختی تو اتاق عمل. مامان بیمارستانه، بیمارستانو گذاشتی رو سرت، چه ربطی به من داره؟ من اگر مثلا به جای تعمیر موتور ماشین کامیون سنگین تعمیر میکردم، داشت من با کامیون میرفت سر کار میومد. نه بس که سقط سیاس نفوذ بد زدی، از صبح که بلند شدی گفتی بیمارستان، آمبولانس، مریضی، مردن، تصادف. بابا سقط سیاس، بچه من زمینگیر شد، اینجا افتاد، داداشت زمینگیر شد. زمینگیر که نه، ولی گفتیم یه چند سبایی روی زمین بشینه تا بفهمه معنی زمین سفت یعنی چی. ای بابا نخم پیمان، تو میخندی من استرسم بیشتر میشه. رنگ و روشو ببین چرا قاطی کردی، تو که نست. ای باز حرفی پیاز میازو نکشی وسطا. پیاز کدومه قربونت برم؟ آقا جون مگه تو پشت رول نشسته بودی؟ تو اصلا این وسط چی کاره ای؟ اگه مرده باشه چی؟ اگه دوستاتو گرفته باشن زیر اخیه به حرف در بیان چی؟ او دست فلکم به اونا نمیرسه. مگه اینکه تو با این ترست کار دستمون بدی؟ بابا من میترسم، من میترسم پیمان. عجب غلطی کردم به تو گفتم یارو چه غلطی کرده. نه ترس بسر، ما رو باش که تو روتو چه نقشه هایی کشیده بودیم. چه نقشه؟ به خودمون گفته بودیم این که بچه من ماست، زیر پروبال خودمون بزرگ شده، تیپ داره، سرزبون داره، قد و بالا داره، توی این محل هشت و نشت داره، واسه خودش ویترین داره، دو روزه دستشو بگیریم بکشیمش بالا. کدوم بالا؟ بالای دار؟ نه دیوونه، تجارت، مانی. بسیم چرم چه داشت؟ چی داشتی؟ یه قلیون دو تو چایی ده تومن میشه. خدا به دلاری چیم؟ ممنون. میبینی؟ با همین یک قرون دوزان خدا رو شکر تو این سه ساله با شریکم حسابامو صاف کردم، هیچ یه چندره قازم گذاشتم رو هم که رو زمین بلند شم. نکنه میخوای دوباره بزنی تو کار قاچاق لباس از ترکیه؟ چش قشنگ درست صحبت کن، قاچاق چیه؟ تجارت، بیزینس. اون وقت تو این تجارت من باقالی کجا این پیازم؟ تو ته خیاری قربونه دارم. بابا تو ویترینی، منم دخلشم. یه دو روز مثل آدم کار کنی و از رو زمین بلند میشی. بلند که نمیشه بلندش کرد. چرا؟ مگه چش شده؟ چند جای بدنش آسیب جدی دیده. مثلا کجا؟ فکشون شکسته، زبانش هم جراحی شده، یه دستش هم شکسته. وای خدا من دکتر، یه گوش تو هر جور زدن به چرخونه میچرخه، با یه مادر یه جور دیگه صحبت. جای نگرانی نیست مادرم. چشمت کور، چشمت کور. بنده این؟ نه خیر، با همینم که داره به شما چشمک میزنه. با من چرا؟ میتونم ببینم بچه؟ با منی الان؟ تا یک ساعت دیگه میاد داخل بخش و میتونید ببینیدش. کیو ببینم؟ خالتو. به اون چی کار داری؟ چرا غیرتی میشی؟ خب نباید شک کنه. به چی شک نکنه؟ مگه من کاری کردم؟ کی گفته تو کاری کردی؟ گفتم تو پا میشی میری بانک، خیلی شیک میگی خاله جون این وام منو بدین. کدوم وام؟ خدا همه رو برق میگیره، ما رو چوب کبریت خاموش شده. بابا تو باید بری بانک جلوی خالت طبیعی رول بازی کنی که شک نکنه. کی بود میگفتش که من یارو رو ال میکنم، بل میکنم، جیم بل میکنم؟ ها؟ من بدبخ. خب پس افتاد. حله. چای تو بخور سرد نشه. ای داداش، نمیدونم کی تو رو به این روز انداخت، اما هر کی هستش خدا جوابش بده. چی شده؟ چیه؟ چی کار میکنی؟ منم دوست دارم داداش، دمت گرم. نوکرت هم. بابا چه گیر دادی داداش؟ بل کن، بل کن. چه خبره بابا؟ چی شده؟ داداش بل کن دیگه. چه زور محکمی هم داره. هیچی بابا، دو کلمه حرف احساسی زدی محکم دست من گرفته چسبیده. با تو نیستم، با بردیام. چی شده مادر جون؟ قربونت برم. تو
گوشی؟ گوشی. آقا مگه میتونی حرف بزنی؟ گوشی میخوای چی کار؟ بابا خب موبایلشو بهش بده. آها میخوای ماربازی کنی؟ بیا. چی؟ چی کار کنم؟ موبایل خودشو میخواد مادر. خیلی خب بابا زودتر بگو. بیا همه پوشات اینجاست. اوه عینکت هم باید ببرم بشورم خونی شده. چی؟ آره چک کردم که همش اینجاست. چیکار کنم؟ را برم. آها برم بانک. خب اینا رو بدم اونجا. گرفتم میرم بانک میگم داداشم فکش اومده پایین. خیلی خوب بابا نمیگم. میگم که داداشم رفته ماموریت خارج. خوبه؟ یه مدت نمیاد نگران نباشین. خوبه؟ حله؟ اینا رو هم بدم بهشون. فقط یه چیزیه من آدرس بانک جدید اصلا بلد نیستم. چجوری میخوای الان بگم به من بگی؟ من آدرس رو بهت میدم. خواهشن با این سروز پانش رو برو بانک. این آبرو داره برو بیا داره اونجا. مادر من ما دوتا قیافمون یه جوره یه شکله همسانیم. بعد قیافه من آبرو ریزه قیافه این آبرومنده. اولا که لباستو میگم دو من ناسلامتی اونجا این رئیسه. خیلی خوب میرم خونه یکی دوتا لباسه خوشو میپوشم که آبروی آقا نره. سلام آقا. سلام. جسارتن چرا دیر کردید؟ امان از موتور. موتور کجاست؟ تو باغچه تو پارکینگ دیگه. آیریس اصلا نگران نباشه شما. تا شما برید پشت میزتون بشینید من یه چای دبش براتون بیارم. با اجازهتون آیریس. آقا جسارت هم میگم چرا تشریف نوردید پشت میزتون بشینید؟ خب بله دلیلش تو چاییو بذار پشت میز خودم میرم میشینم. چشم آقا به دیده منت. آقا خدمت شما بفرمایید. خدمت شما اینم همون چای دبش که خدمتون عرض کردم. بفرمایید بفرمایید. دست درد نکنه داداش. غفور آقا. غفور آقا راستی غفور آقا چه خبر؟ از کجا؟ نه منظورم که حالت چطوره؟ ممنون شکر میگذرونم دیگه به لطف شما. آقا معذرت میخوام عینکتون کجاست؟ عینک؟ آهان خونه جا گذاشتم. اشکالی نداره میخوام من برم بیارم؟ نوکرتم. امری ندارید آقا؟ شاکریم. چیز غلام قلبی سم آقا. صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. نامه اداره بازرسیه. امروز باید تکلیفش روشن بشه. اداره بازرسی؟ بله پیش و پای شما زنگ زدن و پیگیری کردن. بازرسی خودتون هر جور دوست داشتین بازرسیش کنیم. من؟ بله مثل همیشه خودتون یه جوری رفع و رجوش کنیم. همون کاری که همیشه باید بکنیم و بکنید دیگه. چشم. شما یه چیزی میخواستیم به من بگین درسته؟ نه خواهش میکنم بفهمه. من میخواستم بپرسم چه خبر. همین از کجا؟
کلن چه خبر؟ شما توی سمایی که تشریف آوردین فقط یه 45 دقیقه تأخیر داشتین. توقع داشتین چه اتفاقی بیفته؟ یه 45 دقیقه فقط. بله، نه خیر. و شما چی میخواستین به من بگیم؟ میخواستم بگم بابت برخورد دیروزم ازتون معذرت میخوام. لحنم بد بود و اعصابم مسلط نبودم. دیروز؟ فهمیدم قاطع زدی. بله؟ متوجه شدم که مقداری اعصابتون سرجاش نیست. جوابم همون بود. بابت لحنم معذرت خواهی کردم. متوجه شدم. با اجازتون. داداش حیف که الان دست و بالم بسته است، وگرنه همچین با پشت دست میزدم تو دهنش که بفهم با داداش من خوش لحن صحبت کنه. راستی چه جوابی داداش من داده اصلا؟ راجع به چی بوده؟ اصلا این چی کاره است؟ عجب غلطی کردیم شدیم مردی رو. معلوم نیست کلیدا رو کجا گذاشته. شهکو اینو چی کارش کنم؟ داداش گفت به کی باید بدمش؟ اصلا اینجا کی به کیه؟ بهتر برم یه سر گوشی آب بدم. بفرمایید. شما هم بفرمایید. چیو؟ بفرمایید از این شیرینی ها. دست پخت مادرتونه ها؟ مادرم فوت کرده. او خوشمزه است؟ دست شما درد نکنه، خدا رحمتشون کنه. خدا رفتگان همه تون رو بیامرزه. تموم شد؟ قبول باشه آقا، این کارو منم دیدم از را بنزیم برم. قبول حق باشه. اگه خوشتون اومد من میتونم باز براتون بپزم. حتما این کارو بکنید. به کارتون برسیم. به کدوم کارم برسم پیمان؟ با تو هم میگم دیشب هزار تو کابوس میدیدم. بیا بالا، کارت دارم. کجا؟ میخوام برسونمت بانک، خودم هم خبر مرگم برم لواسون کار دارم. خب اگه برم دم بانک ببینم هجل طرف رو زدن چه غلطی بکنم؟ خب تو هم واسهش یه فاتحه بخون. این دونه به چی میخندی این مادر؟ به چی میخندی؟ به کارتو میخندم دختر. چون داده داشت یکم آرومتر. به خودش رئیس جدید اصلا شوخی نداره. خیلی خوب، پس باهاش صحبت نکردی؟
خودتون داشت، اصلا رو نشون نمیده که. دل ما خوشه که خواهرمون کارمند بانکه، ما میدونیم وام گردن کلوفش رو بهش بکنیم. آخه داداش قربونت بشم، تو این شعبه فزرتی کی میتونه وام گردن کلوف بده؟ اگه رئیس شعبه به خود میتونه. ببین خواهر من، من میترسم آخر به خاطر این کارهای تو این برجه که من تو همون محله صفرکاری که هست بمونه. بذار من خودم برم باهاش صحبت. نه ها جون داداش این کارو نکن، من خودم میرم باهاش صحبت. من زبون اینا رو بهتر میفهمم، هر کسی یه قیمتی داره، سر کی سر کشو میکنه. بر سرم جون خودم بود. من بلند شم دوشگر رو سراخ سراخ خوش کنم تا پنگ میشونم، اگه نرفت به جون عزیزم همین جا کشش میکنم. آقا اجازه بدید پنج شم من بشمرم. تو مگه تو هم؟ بله آقا، امروز 11 تا امکان داریم، اجازه بدید پنج شم من بشمرم. پنج شم میدیم یکی دیگه بشمره، اون یکی هم میدیم یکی دیگه بشمره. خیلی خوب باشه، برو بشمر. به برو دیگه. خدا عمرتون بده. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. یک دو سه چهار، به برو دیگه. چهار و نیم. جونتو برداشتی و جستی. من بله آقای رئیس. خانم به قدری ازتون عصبانیم که الان فامیلیتونم یادم رفت. مفیدی هستم. خیلی خوب خانم مفیدی، اسم کوچیکت چی بود؟ شیرین. خانم شیرین مفیدی، واقعا من روی کارمندام غیرت دارم، من نمیفهمم این رفتاری که شما اینجا داشتین چی؟ ببخشید، به خدا این داداش من اومده بود داشت درباره کار با هم صحبت. داداشتون بود؟ بله. یعنی شما خواهرشی؟ بله. خب من منظورم همینه، خیلی بده، خیلی زشت و زننده است که داداشت بیاد اینجا، یه دعوتش نکنی بیاد اینجا با من یه نسکافه چای چیزی بخور بره. چای؟ یعنی شما از این که برادر من؟ بله دیگه، بله دیگه، دقیقاً به خاطر اینکه خب خیلی زشت و زننده است که ببینید خانواده کارمندای من بیان اینجا، بعد ماها بی توجه مثل گاف صندوق بانک بهشون بی توجه باشیم، برن بیرون. غیرت؟ شما گفتید غیرت هم. من روی کارمندام گفتم که حساسم، به خانواده کارمندام احترام خاصی قائلم، بعد نگرش می‌داشتید. ببخشید، تکرار دیگه نمیشه. دیگه تکرار نشه. بله. الهی قربونت برم، تو که سالمی؟ خودتی دیگه. آره خودشه، سالمه. آقا واقعا سالمه؟ آره عزیزم، مگه نمیبینی سارو برو گنده پشت میزش نشسته؟ آقا آبر بانکو میگه. چه میدونم آقا. الو پیما سلام. مخلصم داداشی، خبر خوب دارم برات. طرف سالمه، رئیس بانکو میگم دیگه. آره بابا، به جون شهرم الان جلو چشای منه. ای بابا جلو بانکم دیگه پیمان. فکر کنم دوستات به یکی دیگه زدن داداش. به جون دوتایی راست میگم. اصلا اگه باور نداری بیا ببین، مسخره بازی نیست. مسخره بازی خانوم، مسخره بازیه، ولمون کن. آقای محترم، ارائه کار جزء قوانین بانک، یعنی که چی؟ من نمیتونم این کارو انجام بدم براتون. خانوم من چند روز پیش کار ارائه دادم. چی شده؟ آروم باش آقا، ببینیم چی شد. چی شده؟ مشکل چیه؟ من میگم که آقا جون من، شما مردی، حرف مرد به در میفهمی خداییش. آقا جون من این کارت شناساییمو چی؟ گم کردم. آقای رئیس، ایشون کارت ملی ندارن. خب نداشته باشه، شناسنامه داری؟ شناسنامه؟ آره داشتم. اما به غیر از شناسنامه چی؟ یه کامیون هم دم در دارم خودش پر خاک. پای یکی؟ مشتی نمیخوره با ما. بابا خانم کار اینو راه بنداز، با پای یکی هم گوش شکسته و سینه سوخته ردیف کن. چیه منظورت؟ یعنی من دارم میگم دیگه رد. یعنی چکشون نقد بشه آقای رئیس؟ آره. ای بابا. آره بابا این مشتری خودت دیگه. چکشات رو براق میکنه این. خانم ایشون هم میخواد کار رو رئیس میگه قانون من میخواد برخورد. چرا رئیس میگه پول بده، پول ما رو بده بریم. آقا بچه های پایی یکم دیگه جانم مادر، خیر ببینی از جوانی، امروز روی دنده چپ نمیشودیم، پس وام من چی شد؟ شما فرمودی که زامون میخواییم، من زامون از کجا بیارم؟ وام چی بوده؟ گالی. وام ایشون هم بده. پرداخت وام بخار محمدیه. خب خانم محمدی وام ایشون هم بدین دیگه، همسن مادرمه، احترامش واجبه.
ولی باید تأمین اعتبار بشه قربان. اعتبار کدومه؟ سن این مادرم سن مادر خودمه، کم اعتبار میشه. حالا که شیر تو شیرا خدایش دست چکم ما بدی پنج برگی. یه دست چکم بدید ایشون. باشه چشم. چه لفش برگم کارت را میندازد که نوکرتم. دمت گرم. نوکرتم مالیات که نداره، یکم این بر بکن. خانم کارش را بنداز. نوکرم. خدایش بجام را بنده خانم کار داریم. چه باحاله این رئیسه. اما تاپ داره یه روز یه جوریه، امرو یه جوری دیگه است. کار تو که قانونه ولی انجام میدم. یه همه این کارا به تلافی جواب منفی منه؟ کدوم کارا؟ نقص قانونا، دست و دلبازیایی که میکنین. من دقیقا متوجه نمیشم چی داری میگی. فقط خواهرزاده بیچاره من مدین وسط له میشد. اعتبار این پیرزن اعتباره، اما اعتبار من که پیش خواهرزادم لکه دار شده اعتبار نیست. شعارتون زیر پا گذاشتین. حقیقتش ببینید خانم محمدی، من تلفنم. من یه تلفن واجب دارم، معذرت خواهی میکنم. الو، چی میگی مادر من؟ داداش چطوره؟ من سر کار، یعنی چند تا کار دارم که باید انجام بدم، بگو. خیلی خوب، خیلی خوب، الان میام، الان میام. آقا، چای بریدم؟ چایی نه، نه. روش کن، آقا غفور. بله. من دارم میرم جایی. بانکو سپردم بهت، حواست باش برم. آقا، امزاره میخوای بسپاری دست من؟ نه، پم، من حواسم به بانک، من دارم میرم جایی کار دارم دیگه. سپردم همه چی دست رو. چشم، چشم. حواست باش. چشم، چشم. مشقفو؟ بله خانم. آقای رمضانی نگفت کجا میره؟ والا یه کاری داشتم فرستادمون امضا بده. شما هم اگه کاری دارید به من بگید. پاشو پشت برو برام چای بیار بر سر میزن. معذرت میخوام، سماور خرابه، یک ساعت دیگه لوازمش میکنم. شما بفرمایید سر کارتون. من نمیدونم اینجا چه خبره. خبری نیست، چه خبره پیش زایی پسر. کار آقای رئیسم زیاد سخت نیست، فقط میشه اینجا با مردم صحبت. موسوی درست کارا تنظیم بده. درسته چش ندارم ولی خب دوتا گوش دارم و حواس جمع کنم. به کاراتون برسید. اونه هاش رو صندلی نشسته. اون که پشتش به ماست. نمیبینی داره تکون میخوره؟ خب شاید یکی دیگه پشتش نشسته، نگاه کن. آخه کی میتونه رو صندلی رئیس بشینه؟ زهر ما رو اوه، تو ما رو گرفتی؟ این دیگه کی بود؟ آخه چش قشنگ، من به خودم اعتماد نداشته باشم ولی به بچه هام اعتماد دارم. وقتی میگن زدن یعنی زدن. تازه مگه خود یه لحظه ندیدی زدم بهش؟ ندیدی؟ به جون خودم با همین دوتا چشام دیدم. خیلی خوب دیگه، الان این یارو سالمه، خیال تو هم راحت شد. من تا این با پای خودش از در بیمارستان بیرون نره خاطرم جمع نمیشه. مادر من شما خسته ای، برو خونه استراحت کن، من بالا سرش وایسادم دیگه. اصلا حرفش هم نزن. میگم پس چی شد؟ این کارمندا چه نمیدن ملاقاتش؟ اونا رو من گفتم نیان. چرا؟ نه، حقیقتش داداش دوست نداره اونو بیان تو این شرایط ببیننش. البته شاید فردا بیان. خیلی خب بابا، آدرس ندادم بهش. آدرس؟ خب به گوشیش زنگ میزنم. آه نه، گوشیش شارژ نداره. اه خب خودم برای شارژ میکنم. تو کیفشه؟ شیرین؟ بله؟ شیرینی من دوست دارم، من خیلی دوست دارم، عاشق شیرینیم. میشه جان. مادر کجایی ببینی؟ پسرت عاشق شده.
آقای رمضانی. بله. از بازرسیه. شمایی؟ بله دیگه. صدای شما از من میشنم، چه باحال. چی میگن؟ نمیدونم، با خودتون کار دارم. نه بگو نیست. نیستی؟ آره ببین بگو جلسه داره. یه چیزی خودت بگو، من با این بازرسی ها زیاد حال نمیکنم. آقای مسعودیه ها، دوستتون دیروزم که رفتین زنگ زدن، میگه از دیروز سوالان موبایلتون خاموشه. مسعودی دوست منه؟ آها مسعودی خودمونو میگی. بهش بگو خودم بهش زنگ میزنم. ایوان خودشه، میخوره بهش. خب ببینم داداش شماره کدوم از کارمنداشو داره. مظلوم مربی فامیلیه یا مربی چیزی؟ نه فامیلی، مربی محمد باقر آبادی، محمد باقر آبادی. بعد دیگه او خانم مفیدی 0912. لطفا دستورشون رو بفرمایید تا فکس کنیم منطقه. شما سر اون بدبختم هم همینجوری داد میزدی؟ یعنی نه من هیچی. اینا رو باید چی کار کنم؟ فقط چون میخواییم فکس کنیم، لطفا با روانویس خودتون لحاظ کنید تا اتفاق یک ماه پیش نیفته. آم بله. بعد خانم محمدی، اون اتفاق یک ماه پیش یادم اومد. چقدر دلخراش بود. اگه ممکنه اون یه ماه پیشی‌ها رو بیارین، من لازم دارم. اونا رو که بله، شما چی کار دارین؟ بیارین، من لازم دارم، کار دارم. داداش من چی میکشه از دست اینا؟ بلوخ این چه شغلیه داداش؟ من با این عدد رقمو چی کار کنم الان؟ واقعا افتضاح. دمت گرم. بله عرض کردم، خیلی ممنون. خیلی دست در دیاب رمزانی همین لخص کنید، یعنی فقط بنویسم مورد تایید است در دیاب. ای بابا اینو که مامان گلی هم میتونه انجام بده داداش، اینم شغله. خانم محمدی؟ بله. خانم محمدی یه لحظه تشریف بیارین. بله. میخواستم بگم که در رابطه با وام خواهرزادتون هر کاری که صلاحه بگین من انجام بدم. شما که دیگه عقدنامه رو مهر کردین. خب مشکلی نیست، راهای دیگه بالاخره وجود داره که بشه یه جوری حمایتش کرد. ها یعنی یه وام با یه عنوان دیگه؟ آه بله، مثلا یکیش همین، چون کار خیره دیگه. ولی آخه خیلی عجوله، میخواد هر چه زودتر. باشه خب ما هم کارشو با عجله انجام میدیم. بفرمایید شیرینی بفرمایید. ممنون. یکی رو با یه شیرنی و یه امضا شرشو کم کردم، حالا میمونه مشکل خودم با این خانم مفیدی و اونو چی کارش کنم؟
شما بگید من چی کار کنم؟ حالتون خوب نیست؟ من نه خوبم. این آقای اصرار داره قبض آب و برق شما بدیم. عجب آدم پر رویه. یعنی ما عجیب خودمون قبض آب و برق اونو پرداخت کنیم؟ نه ولی خودتون گفتید با خود پرداز پرداخت کنید. آها من گفتم خود پرداز؟ بله. خب الانم میگم خود پرداز، خودت پرداز، یعنی خودتون بپردازید. من؟ پولیشو که میده دیگه، آره؟ بله. بر پرداخت کن. چشم. چشمت بی بلا. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه به چشمامونم نمیشه اعتماد کرد. نگاه کنی ها کن چه دل قلمه ای هم میدن این دوتا. نمیفهمم. دل قلمه رو؟ نه بابا این یارو رو میگم. یه جای کار میلنگه. خالم؟ حالت میلنگه؟ نه بابا خالمه. الان جونم خاله. فکر کنم ما رو دیده. همین نزدیکی هم. مژدگونی واسه چی؟ جدی؟ بگو جون شهرام. اومدم خاله اومدم. 8 میلیون وام جور شد. جور در نمیاد. دقیقی میگم الان خالم گفت. میگه جور در نمیاد. یارو رو میگم این چش جور. کی؟ نکنه ما رو دیده شناخته. بابا تو دلم نمیخواد به خر تو این کنم. مگه خر به تو این کرده؟ بابا اونو میگیریم این مرد کسی ما رو نبینه. حالا همینجوری بیبریم سمت ماشین. کجا؟ بابا هیچی نگو بیا. عمره من الان باید برم پیش خالم با ما بگیرم. این خاله بازی تو بذار کنار. یه دونه بهت میزنم که وقتی پیدات کنن نفهم من زیر قطار رفتی یا من زدمه. بریم دیگه. باشه خیلی خوب. همینجوری. یه بعدی نداره تو همه میگی بعد بعد. بعدش این که من دیدم یارو این ماست کف خیابون پهن شد. ولی اون افتادنی که کرد حد اقلندش باید یه ما بره لالا، نه این که بره در گوش کارمنداش لالایی بخونه. خب که خب، یعنی این که یه جای کار میلنگه. یه کاسه زیر نیم کاسه است. مواظب باش. مواظبم بابا تو هم. چنان با قربان هم میزنه هم بیش چنان میاد. نبینه ما رو ببینه. حالیش نیست. این اگه حالیش بود که راست میگید که حالیش نیست. دیدی گفتم بابا دمت گرم. تو دیگه کی هستی؟ چه حرفیه میزنی؟ خب منم برادرشم. اگه برداش بودی از صبح تالا کجا بودی پس؟ مامان دنبال کارهای داداش بودم به جون شما. کدوم کارهای داداش؟ کدوم؟ بیمه و نیرو انتظامی و اینجور چیزا دیگه. تا زنگم زدین که اومدم دیگه. تازه دکترش هم گفت حالش خوبه، دارم میارنش تو بخش. بابا اینقدر بخش نکن. ما به همه بخش رو سر زدیم. ما الان یه چیزی نمیفهمم. ما الان دوباره این رئیس پانکه میگردیم دیگه. نه از طرف وزارت بهداشت اومدیم به بیمارستان سرکشی کنیم. خب چرا مسخره میکنی؟ من میگم فرض کن یارو رو پیدا کردیم. بعد باز میگه بعد. باز میگه بعد. بعد میام. زود برمیگردم ماما. پوریا زود بیایی ها. اگه حالش من بخور من دست تنهام. چشم. چشمم کور که اختیارمو دادم دست تو. بلاغ جان چرا نمیفهمی؟ این بابا چرا باید بیاد بیمارستان؟ اصلا چرا باید سالم باشه؟ خدایا به دادمون برس خدایا. ای خدا کمکش کن. ای وای این خودش بود؟ آره. کاسه بود یا نیم کاسه؟ آفرین. به من؟ یا به کاسه؟ یا به این نیم کاسه؟ ببین این یارو یا داداش دوقلوشه یا روحه. به روح اعتقاد داری؟ که به روح و جن اعتقاد ندارم. پس همون آره بزن خودشه. مطمئنی؟ نه. پس بریم. کجا؟ مطمئن بشیم. چطوری الان؟ خالت. خالت باید بدونه. خالت برو بریم. شهرام ببین اون چیزایی که یادت دادم فقط از خالت میپرسی ها. یه وقت سوتی ندی یه چیز اضافه بپرسی گندش در بیار. 5 دقیقه بعدم خودم بهت زنگ میزنم که به این بهونه بیای بیرون. باشه بابا باشه.
شو. دارم کم کم به روح اعتقاد پیدا میکنم. چرا؟ طرف تو بانکه. سالم؟ از من و تو سالمتر. ها این دوتا دوقلو هن، یکیشون تو بیمارستانه، یکیشون هم پاشده اومده اینجا. اما چرا؟ ها؟ چرا؟ چرا؟ ببینم خالت گفتش که تازه رئیس شده؟ یا اینکه این پاشده جای اون اومده بانک غیبتش رو موجه کنه، یا اینکه اینم اومده اینجا که یه کارایی بکنه. چه کارایی؟ چه کارایی؟ همین که زنگ زدید گفتید بازرس ها اومدن دیگه. وظیفه هم بود. نه خیر، اتفاقا بقید من نتنه وظیفتون نبود، بلکه میشه گفت که یه جورایی یه معنی خاصی هم برای من داشت. معنی؟ چه معنی داشت؟ من گفتم معنی؟ بله. نه من میخواستم بگم معنوی، تو دهنم نچخید. از لحاظ معنوی خیلی ارزشمند بود این که کارا رو رله کردید، باعث شد که من در تکاپو بیفتم یه چیزی جبران کنم. من کار زیادی نکردم، مسئولیتی نداشتم. خانم محمدی این کار انجام دادن. آه دست هر دوتون درد نکنه. بعد اون خانم محمدی کدوم بود؟ خانم محمدی که میشناسم. نه خانم محمدی خودمونو میگی دیگه. بله. اونو که میشناسم. بله بله. بعد شما مجردی دیگه. بله. شما که سه ماه پیش آقای رمضان فرم منو امضا کردید. نه آره اونو که خودم امضا کردم، فقط نه از این جهت میپرسم که شاید گفتم تو این سه ماه تجدید فراش یعنی یه موقع ازدواج کرده باشی. نه خیلی. پس خدا رو شکر. شیردی بفرمی. با اجازت. بفرمی. ممنون. خواستم ازتون تشکر کرده باشم. بابت همین که در نبوده من نذاشتیم بانگزای بازی چیز یعنی آبرومون بره. خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. بله. راستی از خواهرزادتون چه خبر؟ اون وام خواهرزادتون. سلام علیکم. چه خبر؟ حلالزاده است اومد. ایشونه؟ سلام. سلام خاله. شهرام خواهرزادم، آقای رمضانی رئیس شعبه. سلام. پس شادومات شما هستی. خوشبختم. امیدوارم که به پای خانومتون با هم دیگه پیر و زمینگیر شید. با عزت. بازم ممنون بابت وام شهرام. اختیار داریم، وظیفه بود. خاله؟ بله. خاله؟ ها. خاله؟ چیه؟ خاله این چه جور آدمیه؟ این نه به اون مهر لعنتی که زد تو عقدنامه، نه به این دست و دلبازیاش. آدم قانونمندیه اما خوشدلم هست. اینا چند تا خواهر برادرن؟ چی؟ خسته نباشین خانم محمدی. خسته نباشین. خدا حافظ شادمان. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، راحت بشین. کیو گفته چند تا خواهر برادرن؟ همین آقای رئیس. چطور؟ الو جونم پیما. الو چی شده؟ خاله چی؟ چیو زهرمان؟ بودو بیا. چی میگی؟ بودو دیگه. Thank you.
یه ذره اون مغز خرتو به کار بنداز. این آدم نباید تو رو ببینه. حالا برو یه چرخی بزن تو ببینم چی کار میتونم بکنم. نه خدا بگم چی کارت کنه داداش، خودت افتادی رو این تخت و ما رو انداختی تو این بازی. کاش همون خواب نبودی، بلند میشدی و سرم داد میزدی و 5 دقیقه بزرگتر بودن تو میکوبیدی توی سرم مثل همیشه. داداش گیر کردم، افتادم توی بازی که یه داداشی تو قلود هرچقدر هم بد اخلاق و گنده دماغ باشه بازم داداشته. سایه رو سرته باشو، الان به کمکت احتیاج دارم. داداش من شرمندتم، من عاشق شدم. عاشق شده؟ پس عاشق شده که اینه کش تنبون در میری و اصلا پیداد نیست آسریل؟ نه 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 چیزه همجوری چیزه. کجا بودی ماما؟ من رفته بودم چای بخورم، تو کجایی؟ 10 بار بهت گفتم اون گوشی قزمی تو عوض کن، چرا جواب نمیدی؟ تو الان کجایی؟ ای 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 من گفتم بری تو خیابون، احمق جان میرفتی یه طبقه بالاتر. حالا پاشو بیا، یه نقشه توپ دارم که الان وقتشه. آره بیا. کجا بریم ماما؟ یعنی چی کجا بریم؟ من میخوام ببینم این دختره کیه که اینطور دل بچه منو برده. همون کسی نیست، حرفی میزنی ها. پاشو بریم تو حیات، داداشتم استراحت کنه. پس چی بریم تو حیات حالا؟ پس ما نامحرمیم دیگه. من قضیه اصلا محرم نامحرمی نیست، موضوع اینه که قضیه اصلا رو هواست. هر وقت جدی شد چشمیام خودم بهتون میگم. قدیما رسم بر این بود که پسر عاشق میشد، مادر پدر بیچاره آستین بالا میزدن، براش عروسی میگرفتن، عقد میگرفتن، مراسم میگرفتن. حالا وارونه شده، حالا آقا عاشق میشه، خودش میره همه کارا رو میکنه، تاریخ عقد و ازدواجش هم میذاره، ننه بابای بدبخت بدن فقط دست بزنن. نه خب سلام بدم. سلام علیکم. خدا بد نده. بد بده. وای. اخوی هم دیگه. دو قلو. بله. شما رئیس بانکین دیگه؟ نه خیر. این طفل معصوم که اینجا افتاده رئیس بانکه. یعنی از اولش هم معلوم بود آش خانم. چون به جون شما ما داشتیم تو این راه رو میرفتیم. چش ایشون که به اوشون افتاد چنان شیر جزد سمتش که من گفتم انقریب پسر خالن. ولی بعدش وقتی دیدم ایشون خیلی سرد با ایشون برخورد کردن تعجب کردم. حالا انشالله که ایشون هرچی زودتر خوب میشن میرن سر زندگیشون. حالا چشون شده؟ تصادف کردم. بله، از پشت زدن بیچاره رو لته پار کردن اینجا انداختن. امیدوارم جز جگر بزنن که یه فکری به قال من پیرزن نکردن. من چقدر استراب و خیلی خوب، خیلی خوب. حالا چرا فوش میدین؟ ببینم اینا بردیاره کجا میشناسن؟ والا ایشون رئیس بانک خالم هستن. در واقع
ما بهتر مزاحمت‌های صوتی ایجاد نکنیم، خوابشون میاد. ما بهتره بریم توی حیات یه قدمی بزنیم، اکسیژن به مغزمون برسه، بعد که حالشون بهتر شد دوباره میایم سر میزنیم. آره باشه. آره باشه باشه بابا باشه. چیوی باشه باشه میگی؟ تو اصلا فهمیدی من چی گفتم؟ آره عزیز من فهمیدم. شما از اول گفتی فوت کوزه‌گری رو بدم دست شما. آه. شما ریچ و قچی دستت باشه، اما این به شرطی که این یارو الان بیاد پایین. توجه کن، من تو اون دخمه قهوه خونه روزی 100 تا از این جک و چونورا رو جوابگوام. تازه قبلش تاجر بودم، برای آوردن یک کیسه لباس از ترکیه دم 1000 کس و ناکس رو میدیدم. اگه قرار باشه من دست این جوجه فوکولیا رو نخونم که باید زغال بشم رو نوک قلیون مشتری ها. با فوت کن نوک قلیون مشتری ها. نه بابا، طرف داره میاد. رئیس کامان هیه، پلیز پلیز بیا اینجا. خب چه خبر بگو؟ نمیدونم، مثل اینکه شما دوتا یه جور اشاره میکردیم من بیام پایین یه حرفی بزنید. اینه پیشنهاد تو برات دارم. اگه قبول نکنم؟ ها، این رئیس قلابی بودن تو همچین لو میدم که در سطح جهانی مثل توپ صدا کنه. پس رسمن پیشنهاد نیست، تهدیده. ببین داداش، من نمیدونم تو واسه چی رفتی جای داشت اونجا نشستی، ولی اگر کاری که داری اونجا میکنی مایش بیشتر از پیشنهاد ماست که ما هستیم، و الا پیشنهاد من مولا درزش نمیره که هیچ، هیچ قطری هم نداره. خب 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 جمالت، تو داری تو اون بانک چی کار میکنی؟ سهم ما چقدر میشه؟ پای اون قلو هم وسطه؟ ببین اسم داشت منم بیاری همیزه من شده همه بریم بابا گوله ایکلتو نخور، میدم جلوی همون بانک دارت بزنن. آقا دو پای عقبی وسطه یا نه؟ خیر. آها همینو بگو، سهم ما چقدر میشه؟ ببین من از آبروی داشتم برای خودم کیسه ندوختم. بابا آبرومند چه خبرته؟ ببین اگه پیشنهاد من گوش بدی، نه تنها واسه داشت خطری نداره، بلکه همه ما به یه نوایی میرسیم. حله؟ رسمن به من پیشنهاد دوزی از بانک میکنه. خدا من شرمندم. دشمنت شرمنده باشه؟ آقا جون کسی که 10 میلیارد داره 200 میلیون تومن پول یه ما ددر دودورشه. تازه اصلا شاید نفهمه، اگرم فهمید جهنم و ضرر جاد داره بچه نیست. ای بابا تکلیف ازدواج من چی میشه پس؟
میدونه چیه؟ به موقع به پرونده شما هم رسیدگی میشه. فقط فعلا شت آب. آقای رئیس شما امشب برو یه خواب توپ بکن که فردا خودم میام بانک ریز نمرات نقشم رو روی دایره برات پهن میکنم تا بفهمی کت تنکیه. گت آوت. به سلامت. ببین مغز من از دست تو آنفولانزای مرغی گرفته. به من چه ربطی داره؟ ای بابا وسط دعوا نختعی میکنی؟ تکلیف ازدواج من چه میشه؟ الانم بگم ها، اگه بخوایم بریم اون طرف آب من دلم اینجا گیره. اون وقت من الاغ چرا نمیفهمی؟ با این پولی که تو داری دست رو هر کی بذاری نه نمیگه. به فرض اینم که با همین دوشیزه خانم بخوای ازدواج کنی، خودم در ترکیه برات یه عروسی میگیرم که همه انگوش به دهنه اونن. مابی مابی مسمابی حالا نمیدونم مسمابی قربون چشای آبید مابی مابی مسمابی هدفانه. بعد هر کاری داری بذار کنار، فقط رو این پرونده متمرکز شو. چشم. بله. الو سلام خانم مفیدی. میتونین صحبت کنین؟ بله بفرمایید. میخواستم بپرسم با من ازدواج میکنین؟ الو خانم مفیدی هستین؟ گوشی دستتونه؟ بله. بفرمایید آقای رئیس. اینجور وقتا منو هم پوریا صدا کنید. چی؟ پوریا؟ نه بردیا. من گفتم پوریا، بردیا. شرمنده مثل آدمیزاد خواستگاری نکردم یهو رفتم سر اصل مطلب. خواهش میکنم آخه من الان چی بگم؟ هیچی، فقط میخواستم بدونم هستین یا نه. یک کلام. غافلگیر شدم آقای رمضانی، بحث یوم زندگیه. یه کلمه که نمیشه. نه اگه بگید هستید، تازه من کلی صحبت دارم که باهاتون بعد انجام میدم. کلی حرفی که شما نمیدونید چیه. چه حرفایی؟ خبر نداریم، باید بدونید. ولی آخی رمزانی من دارم یواش یواش نگران میشم. نگران نشید، فقط الان میخوام بدونم میتونم روتون حساب کنم یا نه. همین. راستش نه. نه ها، اول ترجیح میدم صحبتاتون رو بشنوم بعد جواب بدم. الو. الو. باشه قبول. خوبید آقای رمضانی؟ بله بله بله. کار دیگه نداری؟ نه نه ببخشید این موقع شب و همینجوری مزاحمتون شدم، زابراتون کردم. خداحافظ. خدافظ. آقای رمضانی بود داداش. بله بله. ازم خواستگاری کرد. بله بله. ولی من بهش بله نگفتم. اون که بله. داداش جونش اینقدر نگید بله. جوابت بله است دیگه. هرچی شما بگید داداش. الهی قربون اون حجب حیات برم. خواهر کوچیکه. کاش که الان آقا و ننم اینجا بودن این روزو میدیدم. نگران هیچی نباش. خودم فردا صبح پا میشم میام اونجا ببینم حرف حسابش چیه. حرف حساب که شاید کلمه درستی نباشه. منظورم اینه که شما کارت چیه؟ من کار این کاری که دارم میبینم، منظورم کار بیرونه، کاری که بشه آدم باش بار خودشو ببنده. ملتفتی که آم ببینید من حقیقتش بیرون از اینجا موتور تعمیر میکنم، خرید فروش میکنم.
خوشم اومد ازت. ببین رئیس، یا بهتره بگم دومادی، راستش من دارم یه برجک میسازم، سر وام اونجا خوردم به خنس. تو یه کاری کن وام اونجا واسه ما درست شه، ما هم یه شیرینی شیرین بهت میدیم. حله؟ بله چشم. دیشب که بهم گفت ازش خواستگاری کردی تو نمیری، کلی حال کردم. آخه تو این دنیا مای ما هم یه دونه خواهر، راستش مسئولیتش بعد جیروشون رو هم سنگینی میکنه. ایشالا دست اینه که بذارم تو دستت، خیالم از این راحت شه، ما میریم تو سیه خودمون دنبال برجک سازیم. مبارک ایشالا، دهنتو شیرین کنم. بفرمایید. من برجک چیز بده. ببخشید دیگه، صبح اول صبح یه قنادی دوست درمونی باز نبود. زیادم هست. خب نده. شما کاری با ما نداری؟ پس این مسئله شراکت بین خودمون میمونه. ایشالا سر شریک زندگیت هم با خانوادت تشریف بیارین، خودمون میبریم و میدوزیم و دستشو میزنیم تو دستت. کوشی اینجا. بله کاری ما نداری. خداحافظ. پس من هفته دیگه مدرک پدر یکم وسط میارم. خواهش میکنم. خداحافظ. داشتید؟ خیر، کارت داشتم ولی دیگه ندارم. میذاشتی نخود توی دهنت خیس بخوره، دو روز صبر میکردی من بگم با چه حرفی دارم، بعد به داشت میگفتی. به خودت، من داشتم دیشب با شما صحبت میکردم، خودش گفت فردا میام. حالا مگه اتفاقی افتاده؟ خیر، قرار شده با خانواده بیایم خدمتتون برای امر خیر. به سلامتی. ببخشید. بله بفرمایید. میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ بله بفرمایید. من 2 سال پیش با یه نفر نامزد کردم. مبارک بشه. اسمش مرد بود اما رسمش نامردی بود. البته نامزدی ما 3 ماه بیشتر طول نکشید، به خاطر که نتونست بیشتر از اون نقش یه مرد و مردونگی رو برای ما بازی کنه. تا اون موقعی که به شما جواب منفی دادم. به من جواب منفی دادید؟ بله دیگه. یادم اومد. بله، شما و همه یه مرد رو به همون چوبی میروندم که اون نامرد رو میروندم. تو این چند روز سعی کردم که خیلی عاقلانه فکر کنم و چوب احساساتم رو نخورم، درگیر احساساتم نشم. واسه همین اومدم بهتون بگم که اگه هنوزم رو خواسته و خواستگاریتون مصرین، جواب من مثبته. اگه خواستین که من از خودم و اون نامرد به شما یه چیزایی بگم و البته اجازه بدین که منم از شما یه چیزایی بدونم، میتونیم توی یه جلسه رسمی و معمول و معروف که حالا اسمش خواستگاریه تشریف بیارین تا به قول خودمون بانکیا یه افتتاح حساب بکنیم. بله من که حرفی ندارم، یعنی از خودام هم هست، فقط موضوعی که هستش میشه اینو کارت به کارت یه جوری واریز کنیم به جای افتتاح حساب. نه منظورم اینه که تلفنی. باز میخوام آقای رئیس، اون خانمی که پشت باجه من ایستاده. بله. کارت شناسایی نداره، اصرار میکنه که افتتاح حساب کنیم براش. من گرفتارم، یه جوری کارش راه بندازید دیگه. سلام آقای رمضانی. سلام. ببخشید من مهمون ویژه دارم، اگه اجازه بدید. تعارف نمیکنی بشینم؟ بشین. اینجا چی کار میکنی؟ شریک، قرار بود ما بیایم اینجا برنامه همونو بهت بگیم و هماهنگی ها رو انجام بدیم. شریکت کو؟ بک، اون اگر اینجا باشه که گندش در میاد، خالش اینجاست ممکنه بهش جک کنه. ببینم، تو میتونی امضای اخوی تو جعل کنی دیگه. خب که چی؟ فکر کنم موقعی که اومدی اینجا کلی از این امضاها زدی نه؟ چطور؟ ها
نیفتی با موتور. این چکو بگیر بده به یکی از همکارات که در وجه من و شعبه اونور خیابون یه چک رمزدار بکشن. خب که چی؟ لئوناردو داوینچی، تو این کارو بکن تا من بهت بگم. خانم مفیدی چند از تشریف بیارید. اگه محبت کنید این چک رو ببرید برای یه چک رمزدار بنویسید برای حاکم پاتیا. نه ببخشید، فقط جسارتن چون کار دارم یه ذره عجله دارم. این شماره حساب بانک مقصدم پشت چک نوشتم. چشم. حالا قشنگ بیا بشین ببین برای اینکه یه چک رمزدار صادر بشه چه اتفاقایی میفته. بعدش هم امضای اخمی تو میندازی پاش. البته اول باید امضای معاون شعبت بخوره، یعنی خالی شهر رو، که البته باید بتونی امضای اونم جعل کنی. حالا که داری همینطوری ببو گلاویوار مردم رو نگاه میکنی، همینطوری نگاه کن تا من برات نقشه رو بگم. پنجشنبه آمار چند تا از مشتری های خرپولتو در میاری، بعد خود پنجشنبه هر چقدر کرمت از حسابشون ور میداری یه چند تا چک رمزدار از شعبه های مختلف به نام شهرام که جفتمون بهش اعتماد داریم میکشی. بعد شهرام چه کار رو وصول میکنه، با هم میریم صرافی که من قبلا هماهنگ کردم، همه رو تبدیل میکنیم به دلار. بعدم میفتیم تو جاده به سمت ترکیه. بعدش؟ بعدش هم دو تا بچه هایی که قبلا تو کار قاچاق لباس بودن و از ترکیه برای من لباس می آوردن ما رو از این ور مرز رد می کنن اون ور مرز. الفاد آخه نداره. ببین نترس ببو گلابی، مولا درزش نمیره. اون ور قضیه هم تمام اسناد و مدارک میگه که داداش شما بستریه و بیگناهه. آه الان من باید چیکار کنم؟ آه من جای تو بودم الان میپریدم تا فردا از همه خانواده الودا بای بای. بفهمید آقای رئیس، مونده فقط امضای خودت. بس شما برد نکنم. خواهش میکنم، با اجازه. امضای خاله شهرام مثل خود شهرام ساده است داداش. حله. حالا امضای اخویت هم بندازی تنگش که دیگه ساده ساده میشه تا تهش. اینو بگی تا پس بردم آماده باش. قربون دستت برم شریک، ایشالله جبران کنم. خب آقای رمضانی، من از شما تشکر میکنم. من به شما و همکارانتون در این شعبه که در این منطقه نمونه هستن افتخار میکنم. قربون داداش. خودت جمع جور کن. به سلامت. به هر طرف پا بذارم آخر رام شکسته، بر سر گرد دراهیم خونه به دوش و خسته، به هر طرف پا بذارم آخر رام شکسته، زخم هزار تا خنجره رو قلب خسته من، با موندنت روی دلم دوباره مرهم بزن. باید برم باید برم، بگذرم از تو ساده تا گم شرد پای من رو تن سرد جاد. لحظه های غربتم اسم منو صدا کن،
برای برگشتن من عاشقونه دعا کن. بر سر یک دراغیم خونه به دوش و خسته، به هر طرف پا بذارم آخر راه شکسته. بر سر یک دراغیم خونه به دوش و خسته، به هر طرف. آخه ممنون عزیزم، چی شده؟ آخه چرا من ناراحتی؟ ثابت میکردی که همه یه مرد نامرد نیستن، اما تو هم نتونستی. خسته نباشی آقا. ای دندونتون درد میکنه؟ میدونم آقا، دندون درد بد درده. به نظر من دندون پوسیده رو باید بخچن انداختور. چون چرا؟ زیرا گران نمیارزه، یعنی یک گرونه مرزش نداره. میذارم یکی دندونات همه پوسونه، بیا و درستش کن. آژانس بگیرم بریم دندون پزشکی؟ نه برحال خود دانه. برو غفور، برو میخوام تنها باشم. میگم آقا جرا، این پولایی که عقب ماشینه چند تا مام ازدواج میشه؟ دیدی آقای رئیس، دیدی چقدر راحت میشه این خر پولا رو سرکیسه کرد؟ حالش رو بردی؟ رئیس اگه میشد یه میلیارد دیگر هم آفول رو میکردیم چی میشد چوله تو؟ اگه میشد چی میشد؟ از داداش در خاله من خواسته گویی کرد. سیلی هم که بهت زد، یه سیلی شیری. میگم تو بی خیال ازدواجت شدی؟ خوش باله راحت گذاشتی. آقا شهرم، این دوتا داداش من قبلا دیده بودن؟ نه. تو؟ آقا لحظه که من دیدن یه جوری پچ پچ میکردن که نه بابا، اینا روانی هن، هیکلشون گنده است، اغمق دهتی. گرفتم. تو بهشتم و تو فرشتم.
مادر ببرمشون. شرم نشم بابا، شرم نشم. من نگرانی تو، من استراب داری بابا، ما هنو به مرز نرسیدیم، ممکنه برم لامو بدن، بذار به مرز برسی. اون موقع خیالت راحت، من بهت میگم چیکار کنی. فعلا شامو سفارش بدیم که اینا شک نکنن. داری برسیم لحیمت، همه چی حله. ای بابا، آره بابا، حله حله. برو تو ماشین، کارت دارم. چی شده؟ برو تو ماشین، برم بریم شامه رو بخوریم. یک سهر اصلا ماشین ما نبود. چی شده؟ برو اینا. چیکار میکنی؟ کجانی؟ چرا داری برمیگردی مسیرو؟ نامردا میخواستن بهمون نارو بزنن. کیا؟ همون پیمان نامرد با اون دو تا قولتشم میخواستن دمه من دخلمونو بیارن. تو از کجا میدونی؟ خودم شنیدم. اون پیمان نامرد ادعای رفاقتش هم میشد. نامرد، 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 کسافت. او تو این نکنه، بچه محلمون بوده، مثل یه داداش بزرگتر هوامو تو محل داشته، ولی اینجا بهم نارو زد. نامرد، 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 پوف، بی شرف. حالا کجا داری میری؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نه. خیلی خوب، سرعتش کم کن، کم کن، بذار فکرمو جمع کنم. ببین، ما باید یه زنگ بزنیم به خالت. خیلی خوب. نه نه، منظورم اینه که یه راه داریم، ما باید با این پولا بریم خارج از کشور. آه، بریم خارج از کشور، ولی چون به صورت قانونی نمیتونیم بریم، بهترین کار اینه که برگردیم. برگردیم؟ نه نه، نگران نباش، اگر پولا رو اول وقت برسونیم به بانک جوری که شنبه صبح دستشون باشه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. بنابراین باید اول وقت پولا رو یه جوری برسونیم به بانک. خب اول وقت شنبه، و به خاطر این سه تا قولتشن هم که شده، خودمون رو معرفی کنیم به پلیس. فقط باید پیه زندان به تنمون بمالیم. بمالیم؟ زندون کوچیک تو وطن خیلی بهتر از آزادی تو زندون بزرگ غربت. این جمله معنیش چیه؟ نمیدونم. اینم نمیدونم. راستش من از همون اول جاده پشیمون شدم پوریم. وقتی دیدم دیگه تهران و خونم و خونوادم و زنم و وقتی نمیتونم ببینم دیگه چه فایده ای داره. اما تو واسه چی؟ منم یه چیزای پشت سرم گذاشتم که یه جوری وابستگی، یا بهتر بگم دل بستگی، یا چیزی که باید برگردم. مثلا همون سیلی شیری. ای شیرین، شیرین خالد، 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 خالد. داداش، حقمتو با کنم، مثلا عروسی تا نمیخوام. این گردنی داداشو با میکنی، این شب عروسی خیلی زایستی. نه تو باید، خیلی هم بهش میاد، اینطوری یه ذره سرسنگی تر شده. باز کن حالا اینو تو هم بلش کن، بلش کن. این میدید چرا به در منو تو در آوردی؟ ببند رو برو نگاه. بگیر آقا، بگیر. سه، بخندی که دو، یک.